سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از خبرهای جدیدی در مورد زندگی خصوصی و زناشویی شهاب حسینی بازیگر پرطرفدار و خوشتیپ ایرانی با ما همراه باشید لطفا برای اینکه همیشه همراه ما باشید کانال ما رو سابسکرایب برای باخبر شدن از ویدیوهای جدیدمون زنگوله رو بزنید شهاب حسینی بازیگر خوشچهره و خوشتیپ و پرطرفدار ایرانی با نام اصلی سید شهاب دین حسینی تونکابونی بازیگر تهیه کننده و کارگردان ایرانی که متولد چهاردهم بهمن 1352 در تهرانه اصالتا اهل تونکابونند شهاب اولین فرزند یک خانواده شش نفر است و یک برادر و دو خواهر داره مهدی تنها برادر شهاب حسینی و دومین فرزند خانواده است که در زمینه موسیقی فعالیت میکنه. سید فخردین حسینی، پدر شهاب حسینی از دبیران آموزش و پرورش بوده که دستی هم در ترجمه و تعلیف کتاب داشته و چندین رمان و کتاب ترجمه شده توسط ایشون منتشر شده. متاسفانه البته پدر شهاب حسینی در بهمن ماه سال 93 درگذشت. مادر ایشون در گذشته یک امدادگر سیار بود و به دلیل شغلش تا چند سالی از کودکی شهاب حسینی در خرم‌آباد سپری شد. شهاب حسینی از اون دسته از سلبریتی هایی که در سن پایین ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد. اون در 22 سالگی با همسر سابقش پریچهر غنبری آشنا شد و دو فرزند به نامهای های محمد امین متولد بهمن 1382 و امیرعلی متولد 20 مرداد 1390 دارند. شهاب حسینی مثل خیلی دیگه از سلبریتی ها کار رو از دنیای گویندگی شروع کرد و بعد از تجربه مجریگری در صدا و سیما برای اولین بار در سال 79 در یک سریال بسیار پرطرفدار به ایفای نقش پرداخت. اولین سریالی که شهاب حسینی در اون ایفای نقش کرد و به خوبی درخشید، سریال پس از باران به کارگردانی سعید سلطانی بود. شهاب حسینی در این سریال در نقش علی ایفای نقش کرد و با هنرمندان بزرگی مثل کتایون ریاهی، سریا قاسمی، جمیله شیخی، محمود پاکنیت و مرجان محتشمی همبازی بود. این بازیگر جوان و تازه کار یک سال بعد در سریال پلیس جوان ایفا نقش کرد و با این نقش به شهرت و محبوبیت زیادی رسید. شهاب حسینی در مجموعه تلویزیونی پلیس جوان ساخته سیروس مقدم نقش اصلی رو بر عهده داشت و با درخشش در این مجموعه تونست جای پای خودش رو در این عرصه حسابی محکم کنه. اون بعد از بازی در سریال مدار صفر درجه و شوق پرواز به اوج درخششش در تلویزیون رسید. فیلم رخساره به کارگردانی امیر قویدل اولین تجربه سینمایی شهاب حسینی در سال 80 بود که توی این فیلم با میترا حجار، محمد علی سپانلو و محسا محجور همبازی بود. این بازیگر توانا بعد از فیلم رخساره در فیلم های سینمایی زیادی مقابل دوربین رفت و با فیلم فروشنده ساخته اسخر فرهادی موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره کن شد. هرچند که بیشتر مخاطبان دنیای هنر شهاب حسینی رو به عنوان یک بازیگر میشناسند اما ایشون در زمینه خانندگی و اجرا هم فعالیت‌های زیادی داشته شهاب حسینی که حضور در دنیای هنر رو با گویندگی و مجریگری شروع کرده بود در اولین تجربه تصویری خودش در تلویزیون به عنوان مجری برنامه اکسیژن در سال 77 دو مقابل دوربین رفت بعد از اون هم توی برنامه های دیگه مثل برپا، رنگ صبح و سایه روشن به فعالیت خودش ادامه داد که البته اخیرا هم برنامه همرفیق رو در زمینه اجرا داشته که از طریق نمایش خانگی منتشر شد این برنامه گفتگو محور با اجرا و کارگردانی شهاب حسینی در هر قسمت میزبان چهره های سرشناسی بود که هر کدوم با یکی از رفقای صمیمی خودشون می شهاب حسینی اولین بار هم در سال 92 کارگردانی رو با فیلم ساکن طبقه وسط تجربه کرد و در سال 94 فیلم کوتاه بیا با من رو در کنار علیرضا نسائی و سینا آزین مقابل دوربین برد. فیلم مقیمان ناکجا جدیدترین تجربه اون در دنیای کارگردانیه که بر اساس نامه مهمان سرای دو دنیا اثر اریک امانوئل اشمیت نوشته شده و پریناز ایزدیار و آرمان درویش در کنار شهاب حسینی در این فیلم به ای نقش پرداختن اون همچنین بعد از درخشش جنجالیش در سریال شهرزاد که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد در سریال بسیار پرطرفدار پوست شیر هم به کارگردانی جمشید محمودی بسیار درخشید این سریال در ژانر درام و جنایی دومین تجربه شهاب حسینی بعد از شهرزاد بود اما خبر جدایی شهاب حسینی از پریچهر غنبری در فضای مجازی جنجالی به پا کرد وقتی که پریچهر غنبری در سال 9 به هم راه دو پسرش عکسی رو منتشر کرد و جای شهاب در اون خالی بود. پریچهر غنبری که از سال 74 و وقتی که فقط 15 سالش بود با شهاب حسینی ازدواج کرده بود و 8 سال بعد اولین فرزندشون رو به دنیا آورده بود حالا به شکل شوکه کننده ای از آقای بازیگر جدا شده بود. شهاب حسینی در یکی از مصاحبه‌هاش داستان آشناییش رو با پریچهر غنبری اینطور گفته یک روز از سربازی مرخصی گرفتم تا سری به رفقای دانشجون بزنم اونجا بود که دیدم دختر خانم زیبا ساده و محجوبی سرگرم مطالعه کتابه هر چقدر خواستم باش ارتباط برقرار کنم نشد که نشد با این حال در نگاهش چیزی دیدم که تشویقم کرد راهم رو ادامه بدم و منجر به ازدواجمون شد پریچهر غمبری که دارای چهره زیبا و مهربونه، حتی در فیلم ساکن طبقه وسط به کارگردانی شهاب حسینی در سال 93 هم ایفای نقش کرده. بعد از گذشت زمان کمی از انتشار خبر شوکه کننده جدایی شهاب حسینی و پریچهر غنبری عکسهایی از شهاب حسینی و همسر دومش سانا زرجمند رونمایی شد که اختلاف سنی 17 ساله اونها همه طرفداران شهاب حسینی رو شوکه کرد. ساناز ارجمند متولد 1369 و از اهالی مشهده که به واسطه فعالیتش در عرصه مدلینگ و عکاسی چند سال پیش به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرده و در پروژه برنامه همرفیق با شهاب حسینی آشنا شده. اون که به عنوان عکاس در این پروژه همکاری می کرده، حالا همسر آقای بازیگر شده. هرچند که حدود دو سال از ازدواج اونها میگذره اما هیچ کدومشون در مورد این مسئله صحبتی نکردند نه خبر ازدواجشون رو تایید کردند و نه تکذیب تا اینکه امروز امین فردین در افشاگری جنجالی و پرسرصدایی خبر از جدایی دوباره آقای بازیگر و همسر دومش یعنی ساناز ارجمند داد اون در مورد دلیل این جدایی هنوز چیزی نگفته ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و اگر دوست دارید که در کنار ما باشید و از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.